اول سس مخصوصشون که از قبل آماده کردن به خمیر اضافه میکنن. وقت اضافه کردن پنیر هست. تیکه های سالامی رو که از قبل برش زدن و به صورت دورچین دور پیتزامون میچینن. لای اسلایس هامون هم کاملا با پنیر پر میشه. پارچه بلنچ اسلایس شده هم کاملا روش فرا میگیره. در آخرین مرحله پنیر رو هم باز دوباره بهش اضافه میکنن. الان هم که وقت دورگیری هستش. به صورت بسته بندی و تعداد زیاد عرضه میکنه و توی بازار تقدیم حضور شما میکنه. امروز یه بشارت دارم برای شما. من یه بشارت میدونیم، یه خبر خوش دارم. البته این بشارت اسم خود شرکت تولید کننده محصولات سوسیس کارواس یا فرآورده گوشتیه. همین پنیر ورقایی هستش. اینا برای استفاده کردن ساندویچ. اما یه سس خوشمزه داریم که با ترکیب خامه، مرچ ورقه شده و تفت داده شده، یه مقدار پیاز، پودر سیر، پودر کاری، یه مقدار نمک و فلفل اگه دوست داشتید و یک عدد نون. میتونید این برگر رو خیلی سریع برای شما آماده کنید. به شرطی که یه فرصت کوچیک بدید. خیلی سریع برمیگردیم، ادامه کار رو به اتفاق می‌بینیم. قارچ توی تاوه می‌ریزیم.
بریم تا وزن کم کنیم. بین 12,000 تا 13,000 قدم در روز. چطور بیشتر راه بریم؟ به جای آسانسور از پله بالا بریم. و یا یک یا دو ایستگاه زودتر از ماشین یا اتوبوس پیاده بشید. همچنین فروشگاه‌هایی را انتخاب کنید که دورتر هستند و نیاز به پیاده روی دارند. برای اینکه پیاده روی رو لذت بخش‌تر بکنید، به موزیک یا کتاب صوتی. غذامون داره آماده میشه، نونمون هم اون سمت پرش زدم و آماده است که محتویات توش پرشه. کاهو رو اضافه کردن، بعد خیارشورها رو بهش اضافه میکنن، گوجه فرنگی. من به تازگی این چیزایی که داره استفاده میشه دقت دارین یا نه. خیلی محصولی که من دارم میبینم از اینجا کاملا تازه است. سس مخصوص رو بهش اضافه کردم. میتونه همین لحظه چون برگرمون داغه برداریم، میتونیم نون رو داخلش یه مقدار برداریم. حتی این نونها رو دور نریزید، میتونید اونها رو داخل سیم تربیت در فضای آشپزخونه یکی دو ساعتی بگذره خشک میشه. اونها رو داخل یک کیسه بریزید، بکوبید، میتونید با عنوان پودر سوخاری استفاده کنید. اما حالا میرسیم برای درست کردن این چیز برگر خوشمزه. کافیه یه مقدار از سس قارچ روی نون بریزید. بعد میتونید یه دونه برگر رو که پنیر روش ریختید و برگر پنیری نام میگیره بردارید، روی قارچ قرار بدید. روی اون رو میتونید مقداری کاهو بریزید به این شکل، کاملا خور بدید همه قسمت نون به این شکل حالت خور بشه. اگر دوست داشتید میتونید از گوجه فرنگی استفاده بکنید یا از خیارشور. اینم از گوجه فرنگیمون. اینو تو برنامه نداشتیم، گفتم اگر دوست دارید. ما بقیه سس قارچ رو میتونید روی قسمت بالایی نون بریزیم. این کار باعث میشه که به بدنتون توجه کنید، شونه ها راحت باشن، پشت صاف و شکم تو باشه. از بینی نفس بکشید و از دهانتون بیرون بدید. وضعیت قدم ها از پاشنه به سمت انگشت ها باید.